باز هم پیام را خواد خواندیم و پرسش شما را با دکتر صد در میان خواد گذاشتیم. در حال حاضر تماس داریم، بیننده پشت خط هستن و پرسش دارن. بله بفرمایید. سلام به شما، وقتتان بخیر. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. شما خوب هستین خواهر عزیز؟ مهربانی، بفرمایید. تشکر، زنده باشین. سلام به دکتر صد و همچنان به تمام بینندگان. خب سینتا جان، یک سوال داشتم از شما. کسایی که فشار بالا دارن و روزه میگیرن در ماه مبارک رمضان، باز همطور پایشون درد میکنه و بسیار همطور بی‌حال میباشن، علت از این چیست؟ اگر دکتر صد بر ما جواب بدن. تشکر خواهر عزیز. دکتر صد برتن پاسخ میگن. خب کسایی که فشارشون اول بالا هم نباشه، همگی بیال میشن در زمان روزه. او رقمی که شما قبلا ما را در برنامه دیده بودین، او رقم ما مال نیستیم. بله، ولی همون تمام بانتر دیگه. حتی کسایی که روزه هم نگیرن احساس کسالت و بیالی میکنن. اما مریضایی که فشار بلند خون دارن، آیا اینا روزه بگیرن یا نگیرن؟ کسایی که فشار بلند خون دارن و فشارشان کنترل شده و ضرورت به این ندارن که چاشت هم مثلا دوا بگیرن به خاطر فشارشان، اینا باید روزه خود بگیرن. اما یک تعداد مریضا هستن که فشار خونشان قسمی است که غیر قابل کنترل است و اینا ناگزیر که روزه نگیرن. اما من فکر نکنم که این احساس بی‌حالی و پایدردیشان تاثیر روزه گرفتن باشه. ای اصلا نمیتونیم به روزه گرفتنشان ربط بدیم. اما این مریضا چون ما گفت زمانی که روزه میگیرن این حالت برشون پیدا میشه، یعنی خب شاید یک تصادف باشه. فکر میکنم حالا نام روزه بد شده، شاید یک تصادف باشه، اما هیچ گونه جنبه علمی نداره. ما گفته که چربی خونم دارن. خب اگر چربی خون داشته باشن، خب هنوزم روزه برشون خوب است که چربی خونشان پایین. یعنی روزه بگیرن، یعنی روزه بگیرن، هیچ بهانه قبول شدنی نیست. بله بفرمایید. سلام به شما، وقتتان بخیر. بله تماس داریم، بینندی رو خط هستن و آواز مار فکر کنم نمیشنن. بله بفرمایید. سلام با شما، وقتتان بخیر. مخاطب عزیز، آواز مار دارین؟ تماس خطشون متاسفانه. برمیگردیم سراغ پیام ها و صحبت های دکتر صاحب، ادامه میدیم و دنبال میکنیم. بیننده بعدی ما ولی الله جان، سپاس گذاری کردن از دکتر صاحب بابت پرسش که پاسخ گفتن. نجیب جان همچنان سلام تقدیم کردن. کریم جان هم سلام تقدیم کردن. میرویس جان محمدی هم گفتن سلام. متن مسیجشون یا پیامشون بعد از تماسی که داریم خواد خواندم. بله بفرمایید. سلام با شما، وقتتان بخیر. بله 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 سلام با شما خواهر عزیز، خوب هستین؟ خوب هستین، بخیر. تشکر، زنده باشین. تا حال خوب هستین؟ شما چیل دارین؟ صحتمند هستین؟ بفرمایید از کجا تماس گرفتین و پرسش دارین؟ از سلسطون تا تماس هستم. دوباره یک مریض مقرد می زدیم به خاطر امی روزه گرفتن. بفرمایید. چیز هستی؟ مریض ما گرده خدام کشیده، یک گرده داره دیگه، مسانهش هم عملیات شده، روزایش هم مشکل داره. میگه روزه میگیرم، مالا گفتیم سرش روزه میشه یا زکات چه بده. خب روزه گرفته میتونه یا نمیتونه؟ میتونه، بسیار سرش سختی میاره دیگه، سردرد میباشه، دلش درد میگیره. خب خوب از بشنوید. تشکر، بشنوید. وقت خوش. خب خب ببینید، گرده نداره، رودش مشکل داره. خب دیگه ما گفتیم اسلام دین سختی نیست. نه. اسلام دین آسانی است. هیچ جایی ما را بس سختی نمیار اسلام. و ای که اینا گفتن از یک طرف گرده ندارن، رودایشان هم مشکل داره و دیگه مشکل دیگه هم داشت. یک مشکل جدی دیگه هم بود گفتن که دارن. خب اگر اینا میتونن، صحتمند هستن، اگر میتونن روزه بگیرن بگیرن، اما اگر نمیتونن فکر کنم مشکل نیست. باز مجبور هر وقتی که صحت یاب شدن روزه بگیرن، اگر صحت یاب نشدن فدیه شدن، فکر کنم مشکلی نباشه. به خاطر اسلام سختی نیست. اگر ما ولو هر حالت یا هر مرضی که داشته باشیم، اگر روزه باعث ازی شود نظر دین، هیر باید بشر علماء دینی بگوین. اما اگر ما چون امرای چند عالم دین که شیشته مو گپ زدیم به خاطر زمین که اکثر مریضا از ما سوال میکنن که بعضی همو اشتباهات خود که ما هم شک داشتیم پرسان کنیم، نظر تمام از اونمی بود که اگر یک مریض قسمی است که روزه نمیتونه گرفته، یا اگر روزه میگیره یا صحتش خراب میکنه یا مانع صحتش میشه، یعنی مانع بهبود صحتش میشه یا صحتش به تعویق مندازه، صحت مندیشه، اونا مجبور هستن روزه نگیره. با امید از اینکه خواهر ما شنیده باشن و این بیننده ما که همچون بیماری دارن، خداوند در دین سختی نیاورده. اما اینگونه که میدانیم دین اسلام دین آسانی است و دین نرم و لطافت است.
پس به امید که شما هم بشنوین، اگر ساعتان رو میبینین که به مخاطره میندازه و ساعت شما رو خراب میزدش، چون شما یک گرده هم ندارین، پس روزه رو مطابق به دستور دکتر سایبا نگیرین و فدیه بدین تا خداوند خودش عالم الغیب است و از غیب آگاه است و خداوند خودش به ما ثواب نصیب میکنه. بیننده در خلال برنامه تماس گرفتن، یه خواهر بود کامله بودن، گفته هم کم خون است و هم روزه میگیره، آیا روزه بگیره نگیره؟ ولو یه خانم عامله اگر کم خون هم نباشه باید روزه نگیره، بخاطر که تغذیه طفل از تغذیه زینا تامین میشه و رشد طفل مربوط تغذیه از ایناست، اینا باید روزه نگیرن. هر زمانی که حملشان خاتمه یافت، طفلشان تولد شد، بعد از روزه خود بگیرن. با امید از همین گونه شب و خواهر مشاینده باشن. میرویس جان محمدی گفتن سلام و احترامات تقدیم شما دکتر صاحب محترم، بعد از روزه افطار یک دوست من هست نیمه سرش درد میکند. میرویس از دبی، یعنی بعد از افطار درد میکنه؟ خوش افطار نکنه همون تو روزه باشه. خب کسایی که در جریان روز در رمضان سردرد میشن، خب قبلا هم گفتیم که نشانه هایپوگلیسیمی است که سویه گلوکوز مغز از اینا پایین میشه، بر علاوه که الان نمیگیم که اینا در سحری شیرینی بخورن، یعنی تنها که شیرینی بخورن روز گرسنه نمیشن، یعنی با وجود که سایر غذا را میخورن شیرینی هم بخورن که در جریان روز گرسنه نشن. اما اینکه اینا میگن که بعد از افطار اینا سردرد میشن، شاید یک تصادف باشه و مربوط ارتباطی با افطار کردن نداشته باشه. ممکن است دکتر صاحب نه تغذیه که نداره، مثلا غذای سرخ شده و بعضی موارد فکر نکنم که قدر یه قدر جدی باشه که یک غذا رو ما بخوریم و دفعتن سردرد و نصف سر. خب میشه که نمونه سردردی میگرن یا نیمسری باشه که باید نزد دکتر مراجعه کنن، دوا برزو بگیرن و این مربوط افطار کردنشان نباشه. با امید که برادر ما میرویس جان که از دبی تماس گرفته بودن جواب سوال خود گرفته باشن. کریم جان هم گفتن روزه تان قبول باشه، تشکر، زنده باشین. بیننده بعدی همچنان آقای محمدی گفتن سلام علیکم. بیننده بعدی ما گفتن سلام، خلیل هستم از سویدن، یگان وقت گرده مرا درد میگیرد، همان سنگ هم نداره، چرا درد میگیره؟ خب تنها علت درد گرده سنگ نیست، بعض وقت التهاب می باشد، بعض وقت میکروب می باشد. این تمام موارد است که ابتدا باید تشخیص شه و تداوی شه. اینا باید یک بار نزد دکتر مراجعه کنن، یک معاینه اولتراساوند برشان صورت بگیره که دیده شه گردشان چه مشکل داره، بعد از او باز تداوی شه. با امید از یک جواب سوال خود گرفته باشن. مصطفی محمدی گفتن سلام به همه دوستان، زنده باشن. احمد مریجی هم سلام گفتن، خوبین، تشکر. غفور جان عظیمی هم گفتن سلام علیکم، خوب هستین، تشکر، زنده باشن. نجیب الله جان هم گفتن وقت شما همچنان راجع به برنامه پرسیدن، راجع به برنامه در اثر عشق است، شما میتونید فردا برنامه را مشاهده کنین و همچنان موضوعات برنامه را. و مصطفی جان گفتن من دیابت دارم و هم روزه میگیرم و هم کار میکنم. خوب، اگر گرفتم میتونین بگیرین روزه، اگر مشکلی بود به هایپوگلیسیمی رفتین مجبور نگیرین روزه. با امید از اینکه شنیده باشن. و همچنان بیننده بعدی ما علی جان گفتن سلام و احترامات تقدیم شما. محمد صدف هم سلام تقدیم کردن. نور محمد یعقوبی هم گفتن سلام علیکم، خوب هستین، تشکر، ما خوب هستیم. سمیر جان همچنان سلام تقدیم کردن، گفتن سلام به هر دوی شما تقدیم، زنده باشین. بیننده بعدی ما هم سلام تقدیم کردن، گفتن ماشاءالله، تشکر از برنامه‌تان. حاجی ثناءالله امینی هم گفتن سلام علیکم و رحمت الله برکات. و محمد عظیمی هم گفتن سلام خدمت شما خواهر عزیز و همچنین دکتر صاحب تقدیم میکنم، خوردن سبزیجات در افطار باعث درد معده میشه و تشکر از برنامه زیبایتان، زنده باشین. خب مشکل نداشته باشه معده‌شان باعث درد معده نمیشه. دقیقا. بیننده بعدی ما هم گفتن سلام دکتر صاحب، فشار من همیشه بلند است و سن من هم 24 ساله هست، تداوی هم کردم اما هیچ فایده نکرد، حال هم بلند است. خب ابتدایی که فکر میکنم که فشار خون مجموع به دو نوع است، یکی فشار خون پرایمری است، یکی سکندری است. کسایی که فشار خونشان قسم شما میفهمین در 90-95% واقعات ما برای فشار بلند خون دلیل یافته نمیتونیم، و کسایی که سنشان 25 سال الی 55 سال است، از اینا فشار خونشان از نویست که به ما دلیل یافته نمیتونه، یعنی علتش شناخته نشده. اما اینا سنشان 24 سال است، یعنی کمتر از 25 سال است، حتما یک دلیل ثانوی داره. اینا باید نزد دکتر مراجعه بکنن تا که ببینه که یک بار علت اصلی فشار از اینا که چرا فشار از اینا بلند میره او دریافت شه و تداوی شه. انشالله باز روزام گرفته میدن. اگر به هر صورت باز نشد و اینا روزه گرفته نمیتونستن و مریض بودن، بالای مریض دیگه روزه فرض نیست. لال محمد هم سلام تقدیم کرده، ایدیز جان هم سلام تقدیم کردن، آقای خمار، البته پروفایلشون به می کهنه خمار به می نام است، سلام خدمت شما سونیتا خواهر و جناب دکتر صاحب، روزتان بخیر،
روزتان بخیر. همچنین تشکر از برنامه خوب مفیدتان. روزه و نماز همه ما شما قبول باشد انشالله. آمین. با امید از اینکه روزه و نماز ما قبول باشد. کریم جان هم گفتن سلام تقدیم کردن. تشکر از اینکه بیننده برنامه ما هستین. عبدالجان هم سلام تقدیم کردن و تشکر کردن از برنامه ما. نصیر جان گفتن سلام خدمت شما خواهر قند و دکتر صاحب. دکتر صاحب گفتن من در روزه جگرسوزی میشوم، همیشه صبح یا آی روزه بگیرم یا نگیرم؟ خب فکر میکنم جگرسوزی قدر یک حادثه بد شاید نباشه، اما اگر زیاد اینا به تکلیف میشن دیگه مجبور نگیرن. بله. عادل جان نصری هم گفتن تشکر از برنامه شما، زنده باشین. مصور جان هم سلام تقدیم کردن. بینده بعدی مفتن سلام خدمت شما و خدمت دستان در کنان برنامه رمز زندگی، امید جور و صحت من باشین. تشکر. علی جان هم سلام گفتن. آقای فرزاد هم گفتن سلام دکتر صاحب. محمد صدام بیگزاد هم سلام گفتن. تشکر. سلامای ما هم پذیرا شوین. بیننده بعدی ما جواد جان هم گفتن سلام، به خاطر وزن کم کردن کدام روش استفاده کنیم در رمضان مفید است؟ یعنی خب قبلا گفتیم یکی خواهی میگه روزه میگیرین وزنتون کم میشه، در سحری و در افطار کوشش کنین پرخوری نکنین، بیشتر از سبزیجات و میوه‌جات استفاده نکنین، از شیرینی های مصنوعی استفاده نکنین، از کوک و فانتا و انرژی درینک و اینا، از چربی استفاده نکنین. تمام موارد شما لاغر میشه. وایدلا جان باز هم پیام گذاشتن سلام بر شما و دکتر صاحب، اگر شخص مصاب به دکتر صاحب بیماری را من نفهم شما میتونین بگین ساختگی قلب گفتن، شما نمیشه بگین که اشتباه از من نشه، چون اصطلاح والو ساختگی قلب گفتن اگه باشه روزه بگیره یا نگیره. خب بله، کسایی که یک والو مصنوعی در قلبشان دارند فکر کنم که کدوم مشکلی ندارن، اینا که روزه نگیرن باید روزه بگیرن، فکر کنم به فشارشان هم خوب است. اما اگر به زینا مشکل پیدا می شد با نزد دکتر نزدیک مراجعه کنند که او مشکلشان که دوا رفع می شد که اینا روزه بگیرن بگیرن، نه غیر از باز مجبور که نگیرن. اما من فکر می کنم که والوای مصنوعی قلبی کدوم مشکلی به خاطر روزه گرفتن نگرفتن خطر نمی کنه. بله.